نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که هر کجایی که هستید حال دلتان خوب خوب باشه به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از اینکه وارد درس امروز شویم شماره واتساپ یادداشت کنید شاگردای عزیز شماره واتساپ ما هست 0964780 دو 155 40 13 شما می توانید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. خب شاگردای عزیز در جلسه قبل ما فصل چهارم با موضوع فشار با هم دیگه آغاز کردیم در این جلسه یعنی درس نهم قصد داریم در رابطه با فشار جو یا فشار اتمسفیر و همچنین فشار مایعات با شما عزیزان صحبت داشته باشیم اما قبل از اینکه وارد درس شویم مروری بر درس جلسه قبل خب در جلسه قبل ما کمیت فشار برای شما عزیزان تعریف کردیم گفتیم که قوهی که به صورت عمود بر واحد سطح وارد میشه ایجاد فشار میکنه خب فرمول محاسبش چی بود شایده عزیز شما فرمول به من بگین ما برای شما روی تخت سیاه بنویسم خب فرمول چی بود آفرین شایده عزیز فرمول به این صورت بود میگفتیم که کمیت فشار با پی نمایش میدیم مساوی میشه با قوهی که به صورت عمود بر واحد سطح وارد میشه دیگه واحد فشار چی بود آفرین بر شما واحدش چون واحد قوه برابر با نیوتن بود واحد صد هم برابر با متر مربع بود میگفتیم واحد فشار میشه نیوتن بر متر مربع که به افتخار آقای پاسکال این با پاسکال نمایش میدادیم این شد فرمول محاسبه اما دو تا مثال بزنیم تا یادآوری داشته باشیم بر این فرمول مثال یادداشت کنید شاگرد عزیز میگیم که یک فیل داریم خب این فیل ما وزنش هسته 20 هزار نیوتن مثلا خب میگیم که وزنش وقتی 20 هزار نیوتن نه مسلما قوایی که وارد میکنه قوای وزنش هسته دیگه پس میگیم که 20 هزار نیوتن قوهشه قوی وزنش میشه دیگه خب و مساحت یک کف پای فیل به ما میگن مثلا میگن یک کف پای فیل مساحتش هسته صفر اشاریه 25 متر مربع و میگن که این فیل وقتی که روی زمین قرار دارد چه فشاری را بر سطح زمین وارد میکنه پیر از ما خواستن مچول ما پیه خب حالا میخوایم این را محاسبه کنیم ما میدانیم که وقتی صورت سوال به ما گفتن مساحت یک کف پای فیل صفر اشاره بیست و پنجه، فیل با هر چهار تا پایش روی زمین قرار گرفته دیگه سیستن پس زیر باید ضربی در چار کنیم دیگه تا مساحت چهارتایش برای ما ایجاد شود پس چیکار میکنیم؟ میگیم فرمول ما پی P مساوی میشه با F بر A خب F که به ما داده F ما هزار نیوتنه واحدش درستش تبدیل خاصی نداره پس میگیم که هزار نیوتن تقسیم بر مساحت یک کف پای پی فیل هست صفر اشاریه 25 چون چهارتا پایش روی سطح زمین قرار گرفته ضرب در چهار ما اینجا انجام میدیم دیگه سعیسته؟ خب اگه به شما سوال گفته بود که یک پای فیل چی فشار رو وارد میکنه شما نیاز نبود ضرب در چهار کنین اما گفته خود فیل چی فشاری رو بر سطح زمین ایجاد میکنه خب شما اینجا ضرب انجام بدین چهار ضرب در صفر اشار بیست و پنج که برابر با یک میشه دیگه پس 20000 تقسیم بر یک اگه شما انجام بدین برابر با همان 20000 هزار میشه واحدش چیه؟ آفرین برای شما واحدش پاسکال پس این فیلم ها بیست هزار پاسکال فشار بر سطح زمین وارد میکنه خب یک مثال یک مثال دیگه هم بزنیم خب مثال بعدی چی میگم؟ میگه که اگر یک جسمی فشاری برابر با مثلا 200 پاسکال بر یک سطح وارد کنه پس فشار به ما داده 200 پاسکال خود سوال به ما گفته و مساحت سطحی که این جسم روی از اون سطح قرار گرفته مساحت سطح هم به ما داده مثلا 10 متر مربع سهیسته؟ میگه حالا یه جسم شما چه قوهی را وارد میکنه؟ یعنی اف از ما خواسته این سوال هم خیلی راحته دیگه شاگرده عزیز ما خدمت شما در جلسات قبل گفتیم که وقتی شما فرمول مینویسین که پی مساوی میشه با اف بر ا همیشه و لزوما پی مجهول نیه هر کدام از اینها میتونن که مجهول باشه الان اف برای ما مجهوله سهسته؟ خب برای که اف ما میتونیم دریافت کنیم کاری که انجام میدیم همین اول فرمول یک دستکاری انجام میدیم تا محاسبات شما راحتتر شود خب چی کار مونیم؟ میگیم که اف قرار دریافت کنیم دیگه پس اف ما برابر میشه بشه پی ضرب در ای طبق قوانینی که در ریاضیات شما یاد گرفتین خب اف مساوی میشه با پی رو ما داده پی دو دیگه ضرب در مساحت شما هم که ده هست دیگه دو ضرب در ده برابر با دو هزار چی میشه؟ واحدش هم که نیوتن هسته. پسی شد از مروری بر درس جلسه قبل. اما در این جلسه قصد داریم در رابطه با فشار جو یا فشار اتم سفیر با شما عزیزان صحبت کنیم. خوب شاگردای عزیز اولا ما باید بدانیم که خود اتمسفیر چی هسته تعریف اتمسفیر چیه اطراف کره زمین یک قشری از هوا فرا گرفته ما به ای هوایی که در اطراف کره زمین وجود داره میگیم اتمسفیر حالا این اتمسفیر مخلوطی از گازهای نایتروژن هیدروژن و اکسیژن و دیگر گازهایه خب فایدهش چیه فایده ای اتم اینه که کره زمین از تشعشعات بیرونی از او ذراتی که از خارج از ساحه زمین وارد زمین میشه محافظت میکنه صحیح پس اتم چیکار میکنه زمین از تشعشعات مزر محافظت میکنه حالا ای گازهای های سفیر که روی هوا وجود داره نسبت به وزنی که داره به همه اجسامی که روی سطح زمین قرار دارن یک فشار را وارد میکنن که ما به از این فشار چی میگیم؟ فشار اتمسفیر در واقع به تخت سیان نگاه کنید بیشتر توضیح بدیم میگیم که شما اگر یک سطح روی زمین در نظر بگیرین به اندازه یک متر مربع مساحت این سطح شما هست یک متر مربع یک ستونی از هوا بالای این سطح قرار داره ما نمیبینیم ولی خب فرض میکنیم یک ستونی از هوا بالای این سطح زمین ما قرار داره این ستون یک فشار رو روی از این سطح وارد میکنه که ما بعضی میگیم فشار اتمسفیر قیمتش چقدر؟ قیمتش فقط ما برای شما مینویسیم دیگه اثبات نمیکنیم فعلا قیمتش هسته فشار اتمی شاگرد عزیز برابر با یکصد هزار پاسکال صحیح شد پس میتونیم بگیم که یک اتمی برابر با یکصد هزار پاسکال حالا من یک سوال از شما پرسان کنم 25 اتم چند پاسکال میشه؟ خب ما میگیم که اگر یک اتم برابر با 100 هزار پاسکال باشه پس 25 اتم ما باید ضرب در 100 هزار کنیم دیگه سیسته؟ خب شما ضربه انجام بدین که برابر با دو میلیون و 500 هزار پاسکال میشه دیگه سهی شد پس یاد گرفتیم که یک اتم برابر با یک هزار پاسکال هستن اما سوالی که ممکنه در ذهن همه ما ایجاد شوه اینه که آیا این فشار اتم سفیر نسبت به ارتفاع تغییر میکنه؟ هرچی بالاتر بریم فشار اتم سفیر کم میشه یا زیاد میشه؟ خب برای جواب این سوال به شکل نگاه کنید خب طبق شکلی که ما برای شما عزیزان تهیه کردیم شما میبینید که فشار اتومیسفیر روی سطح دریا برابر با 100 هزار پاسکاله اما شما هرچی به سمت بالا حرکت میکنید کسافت هوا کم میشه هوا رقیق و رقیق تر میشه و در نتیجه دو بالا که میرسین فشار اتومیسفیر کم کم و کم میشه پس هرچی که ارتفاع زیاد میشه فشار اتومیسفیر کم میشه شاگرد عزیز و هرچه چه ارتفاع کم میشه فشار اتم زیاد میشه پس یه به عنوان یک نکته حتما یک جایی یادداشت داشته باشید اما شاید یک سوالی که باز در ذهن ما ایجاد شه یک آیا چی ضرورتی داره که ما فشار هوا یا فشار اتم را محاسبه کنیم خب سه تا از ضرورتهایش را ما برای شما عزیزان میگیم اولین ضرورتش اینه که برای طراحی لباس قواصایی که داخل دریا شنا میکنن ما از فشار باید فشار حساب کنیم کسایی که زیر دریا زیر اعماق آب میرن برای تحقیقات برای شناخت جانداران که داخل دریا هستن اینها لباس های غواصی میپوشن دیگه برای طراحی لباس ها شما حتما باید فشار هوا را حساب کنیم دو برای طراحی لباسی که کسایی که هستن به فضا نورد هستند و فضا باز هم شما باید فشار هوا را حساب کنید در ساخت تیاره ها حتما باید فشار هوا را در نظر بگیرن یک ضرورت چرا چون یک تعادلی باید بین فشار هوای داخل تیاره و فشار هوای بیرون تیاره وجود داشته باشه این سه تا از ضرورت هایی بود که ما به شما گفتیم شما به عنوان یک کار خانگی دو تا ضرورت دیگه برای محاسبه فشار هوا را فکر کنید برای ما پیدا کنید و به شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید تا ما هم از اطلاعات شما بهره مند شویم. خب شاید عزیز حالا که درس خوب یاد گرفتید یک سوال از شما پرسان میکنم ببینم که چقدر حواستان به درس بوده سوال با هم میخوانیم اگر از یک ارتفاع H به سمت زمین حرکت کنیم فشار هوا کم میشه زیاد میشه یا تغییری نمیکنه نسبت به نکاتی که ما به شما عزیزان گفتیم خب به تخت سیا نگاه کنید خب شاگرد عزیز ما گفتیم که فرض کنید این سطح دریا دیگه در سطح دریا فشار هوا برابر با یک هزار پاسکال بود دیگه سعیسته؟ خب یک نکته هم اینجا بگم بعضی جاها به جای یک هزار پاسکال فشار با یک صد کیلو پاسکال هم نمایش میدن که در واقع همی هسته دیگه خب حالا ما به شما چی گفتیم؟ گفتیم هرچی شما به سمت بالا حرکت میکنین کساوت هوا کمتر میشه هوا رقیقتر میشه فشار کمتر میشه اما سوال چی گفته گفته از یک ارتفاع h مثلا اینجا ارتفاع h شمایه شما به سمت زمین حرکت میکنین به سمت پایین میایین دیگه خب فشار هوا چی تغییر میکنه خب هرچی ما به سمت زمین میاییم فشار هوا بیشتر و بیشتر میشه پس گزینه گزینه دوم پاسخ صحیح این سوال ما بود خب شایده عزیز با فشار اتمسفر آشنا شدیم قصد داریم که فشار مایعات مورد بررسی قرار بدیم برای بررسی فشار مایعات شما یک ظرف در نظر بگیرید به نگاه کنید ما یک ظرف داریم این ظرف ما سه تا سوراخ دارد در ارتفاع های مشخص یک سوراخ بالا یکی هم وسط و یکی هم در او پایین قرار گرفته اولین کاری که ما انجام میدیم داخلی این ظرف پر از یک مایع مثل آب میکنیم سعیست نه؟ خب وقتی که شما این سراخه ها را باز کنید چیزی که مشاهده میکنید این طبق شکل هم شما نگاه کنید آزمایش هم در خانه انجام بدین یک ظرف پلاستیکی پیدا کنید کار میتونه انجام بدین میبینین که او سوراخی که در پایین قرار داره آب با فشار بیشتری از او سوراخ خارج میشه خب چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه ای می میگیریم اینه که هرچی عمق مایه بیشتر باشه فشار بیشتره وقتی که شما در حوزهای آب بازی میرین شنا میکنین میرین آب بازی میکنین شما هرچی به اعماق آب بیشتر فرو برید احساس فشار بیشتری دارید دیگه سعیستا پس اولین عاملی که فشار مایات بعضو بستگی داره ارتفاع یا عمق مایه هر عمق مایه نسبت به سطح آزاد مایه بیشتر شود فشار مایه بیشتره شاید سوال بپرسین که سطح آزاد مایه چیه خب روی شکل نگاه کنید فرض کنید که یک ظرف داریم داخل این ظرف یک مایه قرار داره این سطح مایه ی? داخلش یک مایه قرار داره ما به این سطح مایه که دیگه بعد از او هوا وجود داره بعضی میگیم سطح آزاد سطح آزاد مایه ی. خب از این سطح آزاد شما هرچی پایین تر قرار بگیرین یعنی هرچی عمق بیشتر بشه فشار بیشتره اگه به شما میخوای مقایسه کنید این نقطه رو در نظر بگیرید نسبت به این نقطه در این نقطه ما فشار آب بیشتری داریم سعی شد پس فشار مایاد اولین عاملی که بستگی داره به فشار مایاد و مؤثر هسته عمق مایه هم. خب عامل دوم چی میتونه باشه؟ اگر شما داخل همان ظرف در نظر بگیرید بجای آب چند تا مایه دیگه بیندازید مثلا شربت قرار بدین یا تل بیندازید شما مشاهده ای که میکنید اینه که هرچی کسافت مایه بیشتر باشه فشار مایم بیشتره مثلا شما یکی از این سوراخ ها در نظر بگیرین سوراخ وسط مثلا در نظر بگیرین شما هر بار با یک مایع امتحان کنید میبینید اون مایعی که کسافت بیشتری داره از این سوراخ وسط آب با فشار بیشتری خارج میشه پس دومین عاملی که مؤثر هست بر فشار مایع چی هسته کسافت مایه سومین عامل چیه قوه جاذبه زمینه ما در بررسی فشار جامدات که در جلسه قبل با هم بررسی کردیم گفتیم اگر یک جسم جامد روی یک سطح قرار بگیره این قوایی که وارد میشه قوی وزنشه دیگه اینجا هم همینم هم. مایات هم وزن دارن دیگه پس سومین عامل قوه جاذبه زمین هستن پس اگر از شما سوال پرساد شد که چه عواملی مؤثر هست بر فشار مایات شما میگین سه تا عامل یک عمق مایه هر عمق بیشتر فشار بیشتر دو کسافت مایع هر چی کسافت مایع بیشتر فشار بیشتر و سومین عامل هم قوه جاذبه زمین هستند خب فشار مایعات یک فرمول محاسبه داره که شما در سنف یازده هم با این فرمول آشنا میشین خب این هم شد از عوامل موثر بر فشار مایات یک نکته بسیار بسیار مهمه میخوایم خدمت شما از بیان کنیم از این نکته چند بار در سوالات کانکور هم سوال آمدم نکته اینه که فشار مایعات ما گفتیم به سه تا عامل بستگی داره. فشار مایعات شاید اصلی عزیز اصلاً به شکل ظرف بستگی ندارن شما یک مایع داشته باشین روی شکل هم میبینین ما در هر ظرفی که قرار بدیم حالا ظرف ما هر شکلی میتونه داشته باشه در دا هر ظرفی که شما این مایع را قرار بدین فشار ما... مایعش تغییری نمیکنه پس فشار مایع به شکل ظرف اصلا بستگی نداره و فقط به همان ست عاملی که ما گفتیم به همان عوامل بستگی داره نکته دوم که میخوایم خدمت شما عرض کنیم و این نکته هم خیلی مهم است این نکته رو به خاطر داشته باشید باز در سنفای بعدی که بحث فشار بیشتر بررسی میکنیم و با محاسبه فشار مایعات سر و کار داریم شاید عزیز نکته خیلی کاربرد داره نکته چی میگه میگه فشار یک مایع در تمام نقاطی که در یک فاصله از سطح آزاد مایع قرار دارد یکسان است یعنی چی باز به شکل نگاه کنید فرض کنید که ما یک ظرف داریم باز هم داخل ظرف یک مایه قرار دادیم مثلا داخلش آب قرار دادیم و اینجا هم هست سطح آزاد ما نکته چی میگه؟ میگه فشار یک مایه در تمام نقاطی که در یک فاصله از سطح آزاد قرار دارن یکسانن یعنی چی؟ یعنی شما این نقطه رو در نظر بگیرین با یک رنگ دیگه برای شما رسم کنیم شما این نقطه رو در نظر بگیرین این نقطه رو در نظر بگیرین و این نقطه یعنی سه تا نقطه ای که در یک خط قرار دارن در دا یک ارتفاع قرار دارن همه این نقاط فشار یکسانی را دریافت میکنن نکته نکته بسیار مهمیه در حل سوالات در سنف بعدی از این نکته بسیار ما استفاده خواهیم کرد خب شایده عزیز بحث امروز ما هم خلاص شد ما با فشار مایات و فشار اتمسفیر آشنا شدیم در جلسه قبل هم که با مفهوم خود فشار آشنا شدیم خب اگر سوالی دارید به شماره که خدمت شما اعلام میکنیم سوال خودتان روان کنید ما پاسخگو هستیم شماره رو باز هم یادداشت داشته باشید 2964 780 255 شما میتونید که با ما از طریق این شماره در ارتباط باشید خب درس امروز ما خلاص شد تا درس جدید همه شما عزیزان به پاک میسپاریم موفق و پیروز و سربلند باشید